با سلام به شما عزیزان در ایران و هر نقطه دیگر جهان که در این ساعت به تماشای برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود از واشنگتن ابری و بارانی. همچون پنج شنبه های اخیر میپردازیم به آخرین خبرها و رویدادها در عرصه کارگری در ایران و آنچه رو که در عرصه بین المللی در نهادهای بین المللی کارگری مربوط به کارگران ایران می شود بررسی خواهیم کرد. با من و شما هستند در نیوجرسی آقای منصور اوسانلو، فعال سرشناس کارگری و سندیکایی که در نیمه نخست همراه ایشان عرصه کارگری در ایران رو مرور خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای منصور اوسانلوی عزیز. سلام به شما و هم میهنان گرامی ما و همه زحمتکشان و همکاران محترم. خبرها رو از زبان شما میشنویم و با امید به اینکه خبرهای خوبی داشته باشیم. متاسفانه خبری که من دارم بیشترش خبرهای چندان خوبی نیست، یعنی خوب نیست، مثل وضعیت جسمانی آقای رضا شهابی در زندان و بقیه خبرها از زبان شما میشنویم. سپاسگزارم. انبوه خبرهای اعتراضی و به اصطلاح اعتصابی کارگری و حتی اعتراضات مردمی در رابطه با مسائل محیط زیست و اخباری که حاکی از ادامه درگیری‌های نزدیک به بحرانی به ما میرسه انقدر زیاد شده که مجبوریم از بین ده‌ها خبری که هر روز داریم بعضی از اونها رو در این برنامه‌ها که فرصت محدودی هست درباره‌شون گفتگو بکنیم. امروز من میخوام خبرها رو با اعتراضی که رانندگان سندیکای کارگران شرکت واحد در سامانه یک شرکت واحد کردن در روز 21 خرداد و دست جمعی رفتن جلوی وزارت کار شروع بکنم. این اعتراض به این خاطر صورت گرفت که رانندگان شرکت واحد از سالهای پیش میدونستن که این شوراهای اسلامی حکومتی فقط در جهت نابودی حق و حقوق اونها کار کردن و عوامل حراستی و اطلاعاتی هستن و گاه کارگرانی که خودشون رو میفروشن و تبدیل میشن به عوامل حراستی، اطلاعاتی و انجمن اسلامی. سال گذشته به زور میخواستن در سامانه یک این شوراهای اسلامی رو دوباره بازگشایی کنن که با اعتراض گسترده کارگران سندیکایی و حضور نمایندگان سندیکایی که اتفاقا اخراجی هم هستن، مثل آقای حسن سعیدی، مثل آقای وحید فریدونی، آقای ناصر محرمزاده، آقای حسین کریمی سبزواد و صد و خورده از کارگرا به جلوی وزارت کار و اعتراضی که اونجا کردن به اینکه این شوراهای اسلامی غیرقانونی هستن و مجمع عمومی برگزار نمی کنن و آرای تقلبی به صندوق ها می ریزن مانع شدن از اینکه شوراهای اسلامی بازگشایی بشه. ولی الان که این دولت آقای روحانی اومده و این آقای علی ربیعی که خودش خانه کارگری و همدست این شوراهای اسلامی کار هست اومده، اینا برخلاف اون حکمی که پارسال صادر شد میخوان دوباره این شورای اسلامی سامانه یک رو باز کنن که این مسئله با توجه به اعتراضهای قبلی و رأیی که از مقامات بالای وزارت کار با مدارک کارگرا تونسته بودن بگیرن که شورای اسلامی غیر قانونیه، دوباره رفتن جلوی وزارت کار دیروز 21 خرداد و اعتراض خودشون اونجا اعلام کردن
نمایندگان سندیکا رو با اینکه به رسمیت نمیشناسن و قانونی نمیدونن، اما اکثر کارگرای شرکت واحد حرف سندیکالیست ها و کارگرای زحمتکش سندیکایی رو قبول دارن، چون دیدن که از توسط اونها به دستاوردهای زیادی رسیدن. به هر حال این اعتراض با اینکه منعکس شد در وزارت کار، ولی قولی برای جلوگیری از این شورای اسلامی حکومتی هنوز ندادن. آقای اصالو من یه سوال دارم. این شوراهای اسلامی از صحبتهای شما برمیاد و خبرهایی هم که من طی این مدت ها سال ها دنبال کردم در همین زمینه فعالیت اینها، به نظر میاد که عملا عصای دست دولت و کارفرما هستن تا مدافع حقوق کارگران، یا چنین نیست؟ دقیقا درست میفرمایید، به این دلیل که در اساسنامه هاشون حتما بایستی تایید حراست و تایید نماینده ولی فقیه رو داشته باشن در سطوح بالاتر. به همین دلیل عملا این شورای اسلامی نه تنها وظیفه کارگری رو انجام نمیدن، بلکه در بسیاری از جاها طی 30 خورده سال بر علیه کارگران موضع گرفتن و امروز اگه کارگران ایران حقوقشون 1/5 هزینه واقعی زندگی داره تصویب میشه و گرانی اینطور به جانشون افتاده، بیکاری به جانشون افتاده و دستمزد ندارن و امنیت شغلی ندارن و بیمه کامل حمایتی ندارن و تمام قوانین حمایتی که ما در گذشته داشتیم برای کارگرای ایران به تدریج در حال از بین رفتن هستن نظام جمهوری اسلامی، یکی از عواملش همه شورای اسلامی هستن که همدست دولت، حکومت، کارفرماها در جهت پایمال کردن این حقوق کارگران نقش عمده ای داشتن. با اجازه شما به خبر دوم برسم، مربوط به پیروزی کارگران پلی اکریل در اصفهان. شما خبر شادی میخواستی برای کارگرا، این خبر خوبیه که من این خبر رو از سایت سندیکای فلزکار مکانیک، این کارگران زحمتکش و با سابقه سندیکالیست، برای هممیهنانم و کارگران زحمتکشان میگم. اگه یادتون باشه از پاییز سال 99 درگیری کارگرای پلی اکریل با کارفرماهای تقلبیشون شروع شد. چرا میگم تقلبی؟ چون اینها هیچ کدوم سرمایه گذار نیستن که این کارخونه ها رو از پایین ایجاد کرده باشن. همشون اومدن یا سرمایه های دولتی و حکومتی در اختیارشون است، یا کارخونه ها و شرکت ها از دوران قبل سال 57 مصادره شده، به چنگ اینها افتاده و اینها فقط سعی در از بین بردنشون کردن، نه بهتر کردنشون. به هر حال کارگرای پلی اکریل از پاییز سال گذشته اومدن اعتراض کردن به اینکه هیئت مدیره این شرکت پلی اکریل اصفهان میخواد کارخونه رو تیکه تیکه کنه و به 6 شرکت تقسیم کنه، همراه با این کوچک سازی کارخونه که یه سیاست جهانی ضد کارگری است و از اونجا اینا دستور میگیرن. قراردادهای کاری که برای کارگرا بازم برخلاف قانون و ماده 7 قانون کار بایستی دائمی باشه، چون کارخونه دائمی داره کار میکنه و اینا قرارداد 1 سالش کردن، اون قرارداد 1 ساله رو بکنن 6 و 3 و 1 و عملا امنیت شغلی کارگرا از اینم بیشتر توی این کارخونه به خطر بیفته. به هر حال کارگرای پلی اکریل 3 اعتصاب کردن و بس. تا همین الان چند تا 6 کارگرا به زندان رفتن، بعد با اعتصاب و هم پیوستگی و همبستگی کارگرا در محوطه کارخونه و اعلام اعتصابشون، بالاخره تونستن اون همکارای نماینده خودشون از زندان آزاد کنن، به سر کار برگشتن. این اعتراضاتی که کارگران پلی اکریل داشتن برای این بود که میخواستن هیئت مدیره که غیر قانونی هم قراردادهای کارو داره از بین میبره، هم کارخونه رو میخواد تیکه تیکه کنه که شاید به تعطیلی بکشونه، رو نمیخوان و برکنار بشه. علاوه بر این، افزایش دستمزد در حد نرخ تورم و گرفتن مزایای افزایش تولید و همچنین بیمه اجتماعی و کامل حمایتی و درمانی، که بالاخره بعد از این 3 اعتصاب و زندانی شدن نماینده کارگرا و آزاد شدن اونها، بالاخره هفته گذشته با رأیی که صادر شد در به اصطلاح وزارت صنایع و وزارت کار و دیوان عدالت اداری، این هیئت مدیره‌ای که اینطور بر علیه کارگرا و تولید موضع گیری کرده بود برکنار شدن
و این برای کارگران کارخونه پلی اکریل اصفهان بسیار جای خوشحالی داره و سایت سندیکات فلزکار مکانیک و روابط عمومی سندیکا و دیگر نهادهای کارگری مستقل از این اعتصابات از پارسال به این طرف با اطلاع رسانی هایم که از اینجا از طریق تلویزیون ها و برنامه همبستگی نو کردیم، یعنی همه ما در خارج و در داخل در یک جبهه واحد از این اعتصاب و اعتراض های کارگران پلی اکریل حمایت کردیم که نتایجش الان این شد که این هیئت مدیره برگزار شد. آقای حسندوی عزیز، ببینید تردیدی نیست که اعتصابات کارگری نه تنها در ایران، در همه جای دنیا همیشه نقش مهمی داشته در تامین خواسته‌ها و مطالبات کارگران. در مرکز این کشوری که به این صفت مشهورتر از همه هست، به خصوص در سه دهه آخر قرن بیستم، یعنی فرانسه و بعد از اون انگلستان، اعتصابات کارگری دیدیم که به طور پیاپی هم میشد و بیشتر هم در حتی دولت‌ها رو جابجا میکرد این اعتصابات کارگری. در ایران هم همین نقش رو کم بیش داشت در ملی شدن صنعت نفت و در جریان انقلاب. الان هم از این بابت خوشحال کننده است همونطوری که شما اشاره کردید مربوط به کارگران پلی اکریل اصفهان. اما یک پرسش هست، پرسش این هستش که در خیلی جاها دیده میشه که به طور روزمره حقوق کارگران پایمال میشه، کارگران مورد ظلم قرار میگیرن و بسیاری مطالبی که خود شما و بینندگان در جریان هستین و شما بهتر زدید، ولی اعتصابی انجام نمیشه، از جمله در شرکت نفت خوزستان. خب حکومت میاد اینو مستمسک قرار میده، وانمود میکنه که راضی هستن. درسته که مثلا حالا حقوقشون داده نمیشه، حالا اجحاف میشه هر چه که هست، ولی میدونن کارگران ما با آمریکا در جنگیم، ما مورد محاصره اقتصادی هستیم و این چیز اینه که کارگران تحمل میکنن، دست به اعتصابی چیزی نمیزنن. اینو در صحبت‌های بسیاری ما شنیدیم از مسئولان شورای اتحادیه. این تا چه اندازه درسته و واقعیت چی است؟ اینها دروغ‌های بیش نیست، چرا که خود کارگرای جنوب، کارگرای پالایشگاه، کارگرای قرارداری صنعت نفت که الان 140 هزار نفر از اونها نمایندگانشون همون موقعی که این آقای روحانی رفته بود به خوزستان و اهواز نامه بردن به اینا دادن، کارگرای پتروشیمی فجر، کارگرای ماهشهر و کارگرای شرکت کیسون که همین الان در متروسازی اهواز کار میکنن و ششمین روز اعتصابشون رو دارن میگذرونن چون 4 ماه حقوقشون رو ندن. اینا همه در جنوب هم. اتفاقا الان کارگرای صنعت نفت و اینها اگر شما نمیبینید ازشون یک به اصطلاح اعتصاب یا اعتراض بزرگ، دلیلش اینه که حکومت خیلی شدید سرکوب کرد همون اول انقلاب. حتی 32 نفر از اعضای سندیکاها و شوراهای کارگرای نفت و اینا اعدام کردن، کشتن، چون که کارگرا به اونا اعتماد داشتن و دور اونا جمع شدن و با اون داشتن سندیکا و شوراهای بزرگ سراسری سندیکایی تونستن که اون اعتصابات بزرگ و قدرتمند رو سازمان بدن و حکومت جمهوری اسلامی با شناسای اون کارگرای سازمانده و با کشتن اونها و از بین بردن سندیکاها به زور توپ و تفنگی که در دست متاسفانه خود کارگرای ناآگاه همون زمان که به دلیل مسائل مذهبی 90%شون دنبال حکومت رو افتاده بودن و منافع سازمانی خودشون به لحاظ کارگر، منافع صنفی خودشون رو به لحاظ کارگر نمیشناختن و با قولایی که به اینا آقای خمینی و این به اصطلاح حکومتگران اسلامی داده بودن فکر میکردن که همین فردا اینا میرن تو بهشت و همه مسائل حل میشه. در نتیجه در سندیکا میخوان نه مبارزه باید کنن نه تشکر و در ادامه کشتارهای کارگرای سندیکالیست، کارگرای شورایی، کارگرای آگاه، محیطهای کارگری بزرگ به خصوص صنعت نفت، ماشین سازیها، فرودگاهها، جاهایی که پالایشگاهها و پتروشیمیها، اینها رو از کارگرای مبارز خالی کردن و با بازنشسته کردن و بازخرید کردن اجباری هم بسیار کارگرای با تجربه که کار سندیکای تشکر بلدن رو هم از محیطهای کار بیرون کردن. در نتیجه کارگرایی که بعدن اومدن سر کار دهه 70 به بعد تا 80 به بعد، اینا اصلا خب نه آگاهی اون کارا رو دارن و بعد با سرکوب، اخراج و ترسوندن کارگرا تعهد گرفتن، حراست
تا یه کارگر دو تا کلمه بزنه میکشش اونجا یا میبرش اداره اطلاعات شهر، اونجا بازجویی میکنن، فشار میارن، با سرکوب شدید و کنترل شدید بر محیطهای کارگری اینا جلوی رشد آگاهی و همبستگی رو گرفتن که نتونن به اونجا برسه. ولی الان میبینی شما حتی در همین پتروشیمی ها که وابسته به نوعی صنعت نفتن، ما همین پارسال در فجر و در فراورش و در خارزمی، در خود منطقه پارس جنوبی، در منطقه بوشهر، حتی بندر عباس، کارخونه کشتی سازی صدرا، کارخونه مختلف، حتی در ماهشهر، آبادان، خود صنعت نفت 140 هزار کارگر قراردادی داره که با مدارک لیسانس به بالا کار میکنن، به اینا فقط 800 هزار تومان در ماه میدن. در صورت کارگرای قدیمی که قرارداد رسمی دارن 4 میلیون تومان، 2.5 میلیون تومان به بالا تا 5-6 میلیون تومان میگیرن. شرایط اونجا شرایط سختیه، گرمه، آب و هوای بدی داره، شرجیه. 800 هزار تومان کار صنعت نفت، یعنی دریای نفت زیر پای مردم خوزستان و مسجد سلیمان و جریه، ولی فقر و فلاکت و گرسنگی هم در اونجا داره بیداد میکنه. اتفاقا الان توی 3-4 سال در اونجا هم نهادهای کارگری داره با همین که فشار میاد شکل میگیره، بعضی به شکل مخفی، بعضی به شکل علنی پیدا میکنه کارگرها همدیگر رو. و اتفاقا به من خیلی پیام های خوبی میرسه، این برنامه همبستگی نو که ما در تلویزیون اندیشه که مستقیم هر هفته دو بار مسائل کارگری، روش های اتحاد رو، اینایی که به طور عمومی میگفتیم، مورد توجه واقع شده و الان یک موجی برخلاف این حرکت خود حکومت و عوامل ناآگاهش بر علیه هم جنبش کارگری، هم افرادی مثل من که تمایل به همبستگی و اتحاد دارن را میندازن، که این نشون میده مؤثر بوده این جنگ. آقای حسین، یه نکته هستش، البته اینی که اشاره کرده این سنت همیشگی حکومت ایران بوده، هر کدوم هر کسی که تأثیری گذاشته روی جریانات اجتماعی سیاسی و صنفی در ایران به هر نحوی اون مطلوب حکومت نبوده و هر شکلی شده سعی کردن که تهمت ها و افتراءات بزنن و از جمله شما و بعد این یه چیز سنت عادی جمهوری اسلامی است، ولایت فقیه است، حکومت فقیه است و هیچ وقت هم متوقف نشده متاسفانه. از 23 بهمن آغاز شده، امروز دیگه گسترده تر شده. اما یک نکته هست آقای حسین، من میخواستم اتفاقا اینو بارها میخواستم مطرح کنم، الان شاید جاش باشه، و اون این که ببینید الان دنیا داره میره به یک طوری جهانی شدن همه چیز، درست یا غلط. از این هم جمهوری اسلامی بهره‌های بسیار زیادی گرفته. مثلا شما بگذاریم از این که مثلا وزیر دادگستری یک حکومت کسی هست که قاتله، در قتل بیش از 3000 نفر دست داشته، آقای پور محمدی، قتل عام زندانیان سیاسی. وزیر صنایعش که باید عرض کنم خدمتتون در مسیر احیای و بهبود صنایع ایران فعالیت کنه سابقه داره که چنین نیست و یکی از میلیاردرهای معروف منطقه هست که پر از شیخهای ثروتمند میلیاردر عرب هست، آقای نعمت‌زاده و بقیه. پرسش این هست که همین حکومت میان الان به شما فعال سرشناس کارگری سندیکایی میگن آقا ما برای ما ساده‌تر اینه که کارخونه ها رو کم کم تعطیل کنیم، همونطوری که کشاورزی ایران به این سمت رفته، جنس و اجناس رو از چین و ماچین و این ورانور خریداری کنیم، از اون تر تموم میشه. بنابراین شما نباید شکایت کنیم، این به نفع اقتصاد، اقتصاد اسلامیست، به نفع ولایت هست، هر شکست. شما چه پاسخی دارین برای یک همچین صحبتی؟ بنابراین اعتصاب کارگران اعتراضشون بی اساس هست و این چیز هست. پاسخ شما رو میخوام بشه. بله، این دو تا دیدگاه در اقتصاد، یک دیدگاهی در اقتصاد ایران به خصوص، از اول که اینا هیئت متلفه ها و بازاری ها و دلال های بین المللی و وارد کننده های کالا و صادر کنندگان ارزان قیمت مواد اولیه‌ای که در کشور ما مثل نفت، گاز، مس، اورانیوم، کوبالت، نیکل، سیلیس، انواع معادن رو ایران داره، حتی به سر سنگ آهن و خاک
اینها میخوان خاک کشور ما رو حتی به توبره بکشن و بفروشن به شیخ‌های پولدار دبی و عربستان و جاهایی که خاک به درد بخور برای کشاورزی ندارن. شاید باور نکنید ما تو اخبار همین چند ماه پیش مفصل داشتیم که چقدر خاک‌های مناطق جنوبی و فارس رو دارن میفروشن به این دبی که اونجا باغ درست کنه و بعد کشاورز ما خاک کشاورزیشون از دست میدن. شما میدونید که خاک میلیون‌ها سال طول میکشه تا به جایی برسه که بشه توش کشاورزی کرد، گیاه توش رشد کنه، غذا توش رشد کنه. اینو از اول دیدگاهشون این بود که دیدگاه دلالی و تجارت و پورسانت بگیری و به نوعی بیزینس فقط بکنن. به همین دلیل با صنعت، با تولید مخالف بودن و میگن اگه ما پول بذاریم تو صنعت، پول نفتی که مال همه مردمه بیاد در بخش عمرانی، در بخش صنایع، در بخش تولیدی هزینه بشه، دردسر برای ما درست میکنه. چرا؟ چون موقعی صنعت را بیفته هزاران هزار کارگر پیدا میشن، میلیون ها کارگر پیدا میشن. بعد نیاز داریم دانشگاه را بندازیم که مهندس، نقشه کش، نقشه بردار، مهندس محاسب، نمیدونم سازه، همه اینا باید رشد کنن. بعد رشد سواد تو جامعه بالا بره، رشد صنعت بالا بره، کارگرها علمی فکر بکنن، با صنعت و علم آشنا بشن، وقتی دیگه به حرف ما گوش نمیکنن. چون ما میخوام همه مردم در ایران بی سواد بمونن، مثل گداها نفعی 45000 تومان بهشون بدید، بگیم برید با این زندگی بکنید. آیا این دیدگاه دیدگاه نابود کننده و براندازنده انسانیته؟ یعنی کشور ما رو به بربریت کامل میبره. این است که این دیدگاه از اول هم بوده. هیئت مؤتلفه، آخوندا که کار نمیکنن با حق امام، حق سید، حق چیچی، از همه مردم جزیه تو قانونشون هم پول میگیرن، اصلا براشون صنعت، تولید، علم مهم نیست و هرچه بیشتر میخوان جامعه توش صنعت و تولید و اینا نباشه که دردسری نداشته باشن و مردم چون گرسنه‌ان مثل گدا بیان کاسه دستشون بگیرن، اینا پول نفتو بذارن جیبشون، به هر کی دلشو خواست بدن به عنوان چماق به دست، بس جیب ملت رو سرکوب کنه. بلکه که میفهمه اینقدر فشار بیارن از کشور خارج چه، یا بکشنش یا زندانی کنن، جامعه هم بره تو رکودی که دیگه تا ابد چی نگه و این حکومت بربریت ادامه پیدا کنه. یه جسارت هم بکنم، شما گفتید 3000 نفر رو توی همین 67 اینا کشتن. جدیدن این آقای نوریزاده در فیسبوکش با یه روحانی صحبت کرده که اونم از آقای نوریزاد نیست؟ نوریزاد درسته، مرسی از تصحیح شما. نوریزاد که گفته 33000 نفر رو توی قضایای قتل‌های دهه 60 و 67 به خصوص دست جمعی کشتن و خود اون آدم هم جزو نزدیکان فلاحیان بوده که این قتل‌ها رو اون زمان و محسنی اژه‌ای انجام دادن. البته گفته میشه بیش از 3000 نفر، آمار هست تا 14000 نفر هست برحال، اما حتی یک نفر زندانی رو به قتل رسوندن این یک جنایت هست، جنایت که بر اساس موازین بین المللی باید کسان که این کاری میکنن محاکمه بشن، مجازات بشن. در آلمان هیتلری چون این اقداماتی شد، بسیار شد، پس از اون در کامبوج شد و در چند کشور دیگه در حال بشریت هرگز فراموش نکرد. اما در ایران زیر لوا پرچم فقاهت، ولایت فقیه، کسانی که به چنین کارهایی دست زدن ارتقاء مقام هم میگیرن به وزارت دادگستری منصوب میشن. بسیار دردناک هست. آقای پورمحمدی و بقیه کسانی که هستن، بقیه فیلسوفای صادراتی جمهوری اسلامی به خارج از ایران که در اون زمان سکوت کردند و الان سر از آستین هاورماس و کارل پوپر و بقیه در آوردن، در اون زمان حتی مشوق چنین اعدام هایی بودن، هم از فعالان سیاسی امروزیشون که امروزینشون و چه هم از فیلمسازان امروزشون که و هم از فیلسوفان صادراتی جمهوری اسلامی به خارج از کشور. متاسفانه هیچ وقت موضع و سخن روشن و صریحی در این باب نگفتم، چه در داخل حکومت که بودم و چه الان که ظاهرا در خارج از دایره قدرت هستم. آقای اوساندو، دقیقه آخر از آن شماست، قطعا حدود کمتر از 2 دقیقه وقت.
بله، من خبر مربوط به آقای جعفر عظیمزاده که عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هست رو میخواستم بگم. باز هم هفته گذشته درباره ایشون ما صحبت کردیم، ولی متاسفانه تا الان آزاد نشده، هنوز در زندان 209 اوین هست، تو انفرادی، زیر فشار شدید. جعفر عظیمزاده جرمش اینه که به عنوان یک کارگر خواهان حقوقی بوده و همراه 40,000 نفر دیگر که تومار 40,000 نفره را امضا کردن و با دوستانشون در اتحادیه آزاد کارگری و دیگر کارگرایی که در سندیکای مختلف امضا جمع کردن. و جعفر عظیمزاده شب اول ماه مه دستگیر شد، بردنش و تا الان آزادش نکردن، یعنی دهم اردیبهشت ماه تا به حال، و فشار دارن به ایشون میارن زیر شکنجه، زیر فشار انفرادی که به هر قیمته تو باید اعلام کنی اتحادیه آزاد کارگران منحل میشه، چون ایشون با رأی اعضای اتحادیه به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شده و با این فشار میخوان که یک نهاد کارگری مستقل رو از هم بپاشونن و بعد به نهادهای کارگری دیگه حمله کنن. به همین دلیل من از همه سندیکایی های مستقل، آزاد، کارگرای آزادی خواه، حتی کانون نویسندگان ایران و بقیه نهادهای مستقل صنفی، حتی انجمن صنفی روزنامه نگارا، حتی خانه سینما که هرچند دولتی و حکومتی و یه بخشای حراست و اینا روشون نظارت داره، ولی میتونن حداقل بیانیه‌های حمایتی برای آزادی جعفر عظیمزاده بدن، حتی سندیکاش واحد و سندیکاها. ممنونم از شما. سپاس بسیار داریم آقای منصور استاندوی عزیز، با امید به روزی که هیچ کارگری نه تنها در ایران، در هیچ کجای جهان در زندان نباشه و کارگران ایران با بهره‌مندی از سرمایه‌های ملی، بهره‌مندی عادلانه از ثروت ملی ایران، بهره‌مندی از حقوق کار خود، بهره‌مندی از دسترنج خود بتونن زندگی در شایسته و در خور خودشون رو داشته باشن، با برخورداری از همه حقوق اجتماعی و سیاسی خود، حق تشکیل سندیکاها، اتحادیه‌های آزاد، و اینکه مثل بسیاری از جاهای دنیا کارگران حرف اول و آخر رو بتونن بزنن، برای اینکه تعیین کننده هستن، برای اینکه نقش اساسی رو در جامعه دارن و هسته و پایگاه اصلی چرخش امور در هر کشوری هستن. سپاس دوباره از آقای منصور استاندوی گرامی. اما در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی با من و شما خواهند بود. زیر ذره‌بین طنز علیرضا رضایی نگاهی میاندازیم به اوضاع در جمهوری اسلامی ایران، در حکومت ولایت فقیه، به کما رفتن آیات و اعظام در جمهوری اسلامی پس از مهدوی کنی، محمدی گیلانی نیز به کما رفته است. این پرسش رو مطرح خواهیم کرد که چرا برخلاف تمام موازین زیست شناسی آقای کنی پس از به کما رفتن ضریب هوشش بیشتر شده است، و پرسش های دیگر در زمینه های دیگر، به ویژه در ارتباط با حیف و میل سپرده های بانکی مردم یا نام دیگری که دارد، جا به جایی مشروع پول در حکومت فقیه در ایران. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. همونطور که اشاره کردم در نیمه دوم این شماره تفسیر خبر، آقای علیرضا رضایی طنزپرداز سرشناس و ارزشمند ایرانی با من و شما هستند در پاریس. سلام به شما. سلام به شما بینندگان عزیز، من در خدمتم. آقای رضایی ببینید، الان مثل اینکه یک فصل تازه ایست، فصل به کما رفتن حجج اسلام، آیات اعظام و به کما رفتن این افراد. دارن دوره کمای اینها هم یه جور مبارزه با کسان دیگه هست که پیشتر به کما رفتن و با این امید که دوران طولانی سالا بمانن. از این که بگذاریم، قضیه اولا چی هست؟ سابقه چندانی نداشت به کما رفتن آیات اعظام حجج اسلام.
نه خیلی بزرگواران این عزیزان به کما می بردن تا بوده این شکلی بوده که به کما می بردن. حالا البته نمیشه تلاش های ملت رو در به کما فرستادن این عزیزان نادیده گرفت، ولی به هر صورت من نمیدونم چند موضوع نگران کننده در نظام وجود داره. یکی گرم شدن هواست، حالا ممکنه به خاطر گرم شدن هوا و شدت نگرانی حجاب و عفاف در جامعه این عزیزان به کما رفته باشن. یه طرف ما گزارش های پزشکی رو که خصوصا من خودم شخصا خیلی پیگیری میکنم ببینم وضعیت این عزیزان چجوریه. خب الان جناب آقای مهدوی کنی، من نمیدونم الان به ایشون باید بگم زنده یاد، یا چون در حالت حدود مثلا 20 سالی هست تو همون طرف های زنده یاد و اون طرف ها چی میکنه، و آقای محمدی گیلانی. خب این دو عزیز روی هم رفته 167 سال سن دارن یا داشتن. این روی هم رفته منظور شما دقیقا چی هست؟ منظور بعدی هم اینا نظر سنی آقای مهدوی کنی 84 سال، آقای محمدی گیلانی 87 سالشه، و جمعا این دوتا بیچاره جمعا متوجه. از طرفی گزارش های پزشکی که منتشر میشه، من یه گزارش خوندم دادم پزشک آقای مهدوی کنی، بعد من البته داخل پرانتز اینو عرض کنم، کسانی که برای ملاقات خصوصا آقای مهدوی کنی میرفتن این معدل سنی رو هی بالاتر میبردن به جایی که برن پایین تر. یعنی مثلا توی بیمارستان ظرف 5 دقیقه 832 سال سن ایستاده بودم که از یه مثلا 84 ساله ای عیادت کنن. این آقای مهدوی کنی و مثلا فرض کنید محمدی گیلانی، اگر خدای نکرده خدا اون روزو نیاره، حالا اینا خودشون میخوان برن به بهش، من نمیدونم چقدر اصرار هست به نگه داشتنشون، مخصوصا آقای مهدوی کنی که برای نگه داشتن و جلوگیری از رفتن ایشون به بهش تصاویر بیمارستان ایشون که منتشر شد ما دیدیم هزاران متر سیم به ایشون بستن. خب میتونن پزشکان به کمک مهندسین از قبل برای جلوگیری از چنین فجایعی از قبل حساب کنن، ببینن برای نگه داشتن این عزیزان به چند متر سیم احتیاج هست در نظام. این سیم یعنی رو تعیین میکشه که جلوگیری کنه از این مر آیت الله مهدوی کنی داره میخواد بره بهش، این سیما میکشه مثل افسار اسب و این چیزاست. این سیما کارشون چیه؟ الان البته بست ببینیم رو صفحه بستنشون با سیم، من هرچی تصویر از آقای مهدوی کردیدم نه هم ایشون رو با سیم بستن و اصلا اجازه نمیدن. حالا البته ایشون میگن از نظر روحی قراره تشریف ببرن بهش، از نظر جسمی در همین بهشت جمهوری اسلامی قراره بمونن، مثلا که هر دوتا بهشت و ایشون با یه بلیت قرار شده چیه جریان، ولی میگن به هر صورت میتونن از قبل بشن محاسبه کنن بگن که آقا ما مثلا یه 45 کیلومتر سیم احتیاج داریم، الان ببندیم با آقای احمد جنتی ایشون باشیم در خدمتش. من مطمئنم که سیم و کابل ببندم به این عزیزان، اولا قطعا اگر نفعش از وضعیت فعلی بیشتر نباشه کمتر هم نیست، ضمن اینکه اینها اون وقت این عزیزان اگر با سیم بسته بشن اگه مسافتی دورتر نمیتونن برن، البته همیارانش هم خب نمیتونن برن، یه مقدار به خاطر وجود دشمن و استکبار و اینها به هر صورت اینا از ایران که اونورتر نمیتونن برن. یه مسئله اینه. یه مسئله مهم در مورد مخصوصا آقای مهدوی کنی، پزشک معالجه ایشون گفته متاسفانه سطح هوشیاری ایشون به 20% رسیده. من هرچی بررسی کردم دیدم ایشون در 84 سال گذشته به طور میانگین با 7% هوشیاری زندگی کرده، بعد الان که رفته تو کما، اولا جریان چجوریه که سطح هوشیاری ایشون تقریبا 2.5 برابر شده وقتی میره تو کما، وقتی رفته، یعنی برخلاف موازین علمی، حتی اصلا اینا که همه کاراشون برخلاف موازین علمی، اینها اصلا یک با حفظ سمت شغلشون گشودن بابهای جدید در علمه. خب مثلا آقای مهدوی کنی همین بحث علمی الان شد، آقای مهدوی کنی خودش کسیه که اینشتین رو کشف کرد که نه تنها مسلمان که شیعه است، این خودش یه باب جدیدی، و الان
تکلیف اینشتین، مثلا ما منتظر بودیم ایشون تکلیف نیوتن و گالیله و اینا رو مشخص کنه، که متاسفانه وضعیت اینجوری شد. به هر حال من نمیدونم چرا پزشک معالج ایشون چرا متاسفه برای اینکه سطح هوشیاری ایشون به 20% رسیده. الان باید تو ایران شیرینی پخش کنن، تو مجلس خبرگان شیرینی بدن، جشن بگیرن، ما باید یه مثلا چند تا راهپیمایی غرور آفرین از خوشحالی که سطح هوشیاری ایشون. یا مثلا هفته گذشته دکتر پزشک معالج آقای محمدی گیلانی اگه اشتباه نکنم روز دوشنبه گفت ایشون فعالیت مغزیش از امروز مختل شده. این خیلی جمله پرمعنایی بود، یعنی اینکه تا دیروز مغزشون منظم کار میکرده، منظمش بوده این تا روز قبلش این شکلی بوده، الان که مختل شده حالا اون یه خورده جای نگرانی داشت. البته این یه نکته هست، البته ما دیدیم آقای جنتی هم رفته به ملاقات اینها. یک سوال هم ما داریم، یه تصویر منتشر کردن زیر اونم نوشته بودن سه نفر از یک جوری اونم حجج اسلام هستن در افغانستان جایی اطراف ما، و زیر اون به طنز نوشتن یا به واقع بچه های اهل فیسبوک که وای بیچاره حوریان بهشتی. این تصویر رو امیدوارم روی صفحه داشته باشیم. طبق روایات هست دیگه، این حجج اسلام، آیات عظام، مؤمنین، اینا حتی خوابشون هم عبادته، کما رفتنشون که دیگه بیا و ببین دیگه. اما از اون برم در اینکه بهشت میرن که هیچ جای تردیدی جای شما دارین که ندارد، فکر نمیکنم داشته داریم نه اصلا. بنابراین این حوریان بهشتی چه باید کرد که الان با لنگ و پاچه اوریان اون ور دم دروازه بهش منتظر حجج اسلام آیات و عظام هستن؟ آیا این خلاف نیست که مثلا با سیم بستن نظرات رو نمیذارن به جای اینکه هولشون بدن برن به بهشت، منتظرین را به لب آمد نفس در بهشت؟ شما رو میشنم، فتوای شما رو میشنم، سخن شما رو. البته میتونم برای هول دادن روی کمک های مردمی قطعا حساب کنم. الان اگه درهای بیمارستان پارس باز بشن، من مطمئنم که حدود مثلا 60 میلیون از جمعیت ایران حاضرن اونجا به طور واقعا داوطلبانه برن و برای هر گونه هول دادن مراجع هر کمکی از دستشون بر بیاد انجام بده، این کاری که مطمئنن ملت ایران انجام. در هر صورت اینا زیاد غریبه نیستن با همینا در خود بهشت زمینی که در خود جمهوری اسلامی بدون سیم و کابل و سیم بوکسل و اینها زندگی میکردن، اینا از اول با هم آشنان. دو عدن یعنی یک عده خب این بزرگواران جوان، یک عده همون حوریان که اینا روی زمین به اندازه کافی با هم معاشرت داشتن، یعنی اینا تشریفی برن بهش اتفاق جدیدی نمیفته. اتفاق جدید برای ماهایی میفته که بر صورت ممکنه بریم بهشت و این عزیزان رو مثلا ما بیشتر از یک چشم این عزیزان رو روی زمین ندیدیم هیچ وقت. تو بهشت اون وقت ما باید مواجه شیم با همه ابعاد وجودی این حوریان عزیز و برای ما یه خورده سخته. مثلا خود من که مطمئنم میرم بهشت، برای من شیخ مقدار هضمش درکش سخته، ولی خب برای بزرگواران یعنی برای حوری ندیدگانی مثل منظور این. این وسط هم یه شیوه جدیدی درست میشه، برای اینکه میدونین که مثلا آقای خامنه ای گفته که ما مسئول هستیم مردم رو به بهشت بفرستیم، روحانی کنایه زده که ما نباید به زور مردم رو به بهش بفرستیم. این یکی بابای منتظر الکما آقای لاریجانی، من منتظر الکما که عرض میکنم خدمتون برحال از القابیست که میتونه باشه، هر روحانی بالاخره زمانی به کما خواهد رفت، عرض کنم گفته که آقای لاریجانی مال یکی از این لاریجانی ها. اینو مثل این فرقایی بودن سه تا که آس پیکو میذاشتن اینجوری میگه اینو میگه اونو هر کدوم برداشت، اگه آس پیکو برداشتی این سه تا برادر هم اینجوری هستن، کدوم یکی رو بر میزنه اینو در ارکان مملکه. به هر حال ایشون مال قوه قضاییه گفته که کسانی که میگن نخیر نباید به زور مردم رو به بهشت برد، اینا دارن حرفای لیبرال ها و مدرنیته رو میزنن. چرا اصلا مخالف؟
حالا نه اینکه به زور، نه اینکه بدون زور، هل دادن به بهشت با هل دادن آقای مهدوی کنی و گیلانی هم تکلیف حوریان بهشتی چیز میشه، هم فکر میکنم این دعوای خانگی بین دو جناح حکومت. بله، یک مسئله سومی هم که هست بحث نگرانی رهبر آینده جمهوری اسلامیه. همین اخیراً دوری نجف آبادی گفت ما کم کم باید به فکر، کم کم البته، باید به فکر رهبر بعد از خامنه ای باشیم. گفتیم حالا نکنه خدای نکرده ایشون هم قرار تشریف برن کما. درست در این حین و بین که نظام نگران رهبر آینده بود، رئیس مجلس خبرگان که به هر صورت روی کاغذ هم که شده وظیفش کشف رهبر، کشف فرستاده خدا به عنوان رهبر جمهوری اسلامیه، رئیس مجلس خبرگان تشریف بردن کما تو این هیروبیری، تو این وضعیت حساس. حالا البته کمای ایشون هم شما فرمودید کمای ایشون عبادت، جزء عبادت ایشونه. مثلا ایشون اتفاقا اینها اگه فرضاً در 35 سال گذشته تو کما بودن، قطعاً وضعیت از اینی که الان هست باز اگر بهتر نبود بدتر هم قطعا نبود. ولی خب الان تو این وضعیت حساس، تو این شرایط منطقه مخصوصا، این ایشون تشریف بردن کما، رئیس مجلس که کلک زدن آقای رضایی تا بعد تکلیف روشن بشه. نمیدونم چه جوری، یعنی درست میگین دیگه، تا زمانی که ده 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 گفته شد که مثلا تکلیف بعد از آیت الله خامنه ای چی هست، ایشون دوید تو کما. شک برانگیزه یه خورده، نمیدونم شما بهتر. البته یه قسم دیگه این داستان، یه نگاه دیگه به قضیه اینه که عموما در همچین برهه هایی یک سری افراد به کما فرستاده میشن، یعنی خودشون داوطلبانه بخوام برن به کما فرستاده میشن. تقریبا میشه که با یه وضعیت مشابهی مثلا سید احمد خمینی به کما ارسال شد. اون موقع ظاهرا سیمای نظام هم کم بود، از مقدار زیادی سیم و کابل برای نگه داشتن ایشون استفاده نکردن، ولی خب تقریبا ظرف 4 روز یک سری اعضای نامربوط بدن ایشون به هم ریخت و بر صورت ایشون از دنیا رفت، یعنی از این بهشت وارد یه بهشت دیگری شد. و اینا آقای مهدوی کنی هم حالا ممکنه که الان خدا نکرده توطئه چیزی و ما مثلا فردا پس فردا یهو بشنویم که کار دیگه، چون شده مثلا سعید امامی اگر زنده بود الان ایشون ممکن بود مثلا تو این شرایط یکی از اعضای مجلس خبرگان باشه، حالا میگرفت دیگه اجتهاد ایناشو میگرفت دیگه، دو سه ماه کاری نداشت. ولی بعد یهو دیدیم همسر ایشونو مثلا دستگیر کردن فلان. من نگرانم، میگم نکنه الان آیه مهدوی کنی الان یه وقت همسر ایشونو نگیرم ببرم بازجویی و بعد فیلماش در بیاد و فلان و بساط تشکیلات بشه. یه گرفتاری ما یکی دوتا نیست تو این نظام، واقعا از هر سرش رو میگیریم یه بر دیگه این میزنه بیرون و نمیدونم جریان چجوری میشه. اصلا ممکنه متهم بکنم بعد یعنی بگم به دلیل توطئه صهیونیسم بوده، توطئه امپریالیسم بوده، استکبار بوده، شما در این شرایط اساس رفتین کما. اصلا شما تقلید کردین از اریل شارون نخست وزیر فقید اسرائیل که ایشون رفت بود به کما مدت طولانی، شما تأثیر کردین به ایشون. بله، اینه هیچ بعید نیست. حتی حالا من نگرانی بیشترم شما فرمودید آقای شارون، حالا این من نگرانی اینه که یه مثلا آقای مهدوی کنی الان 24 سالم تو کما تشریف داشته باشن، یعنی نه تکلیف مجلس خبرگان مشخص بشه، بعد نه تکلیف حوریا تو اون بهش، نه حوریا تو همین بهش، نه تکلیف این همه سیم و کابلی که بستن، یهو مثلا نکنه 10-15 سالشون بره تو کما برای سر کار گذاشتن نظام، خدای نکرده تو این شرایط حساس نظام در به در دنبال رهبر بعدیه، رهبر خودش دنبال نسل‌های بعدی ملت ایرانه، همه دنبال همن، بعد ایشون تو این وضعیت خیانت به مملکت اینا. اگه یه روزی حالش منتره، من خیلی علاقمندم با پزشک معالج ایشون صحبت کنم مستقیم و ببینم که الان ایشون چجوریه، که الان یکی از نکات داستان همین هوشیاری 20% ایشونه. یعنی ایشون به خاطر هوشیاری بیش از حدش دقیقاً تو این شهره رفته تو کما. همین الان یه چیزی علیرضا میگی یادم میبینه، اون برم خب آقای طالبانی مثلی که در کماست اون برای ولی یه چیزی بگه، این
حوالی 22 خرداد هم بود ایشون رفته به کما. الان الان همین امروز 22 خرداد خود همین قضیه میتونه یه همکاری با سران فتنه باشه، مخصوصا آقای محمدی. آقای محمدی گیلانی فرزندانشون از دیرباز جزء فتنه بودن، فرزندان آقای محمدی گیلانی، و اصلا بعید نیست که ایشون در 87 سالگی خب مثلا به اینجا رسیده باشه که 87 سال البته جوان هست برای این نظام، چون به هر حال اینا از حضرت نوح تقلید میکنن از بابت سن و سال، ولی به هر حال ممکنه که ایشون به این نتیجه رسیده باشه که اصلا 22 خرداد 88 مثلا اتفاق خوبی بود. ما اصلا شاید آقای مهدوی کنی به این نتیجه رسیده باشه که خب خبرگان که در تعیین رهبر هیچ کار است، در نقد رهبر هم هیچ کار است، در اصولا یه عده‌ای در مجلس خفتگان میشینن چرت میزنن، و به هر حال تا قبل از این آقای هاشمی رفسنجانی رئیسش بوده، یه حرفایی هم میزده برای در دیوار، بعد الان آقای مهدوی کنی همونا رو هم دیگه نمیگه، بعد یه دفعه ای الان مثلا به این نتیجه رسیده باشن که خب ما که از طریق مجلس خبرگان نمیتونیم با رهبر کاری بکنیم، بلکه شد از طریق فتنه تونستیم کاری بکنیم، و اینا از قبل با هم هماهنگ کردن، جلسات مثلا بررسی مفصلی توی بیتشون گذاشتن با هم دیگه، و با هم یه دفعه دوتایی با هم رفتن تو کما. این اصلا میتونه یه حرکت اعتراضی باشه. ببینید توی هیچ کدوم از این تصاویر دست آیت الله مهدوی کنی و محمدی گیلانی رو نشون نمیدن که ما ببینیم اینا الان مچبند دارن یا نه. این خودش خیلی جای سوال. دستشون تو دست کی هست مثلا؟ استکبار جهانی. بله. اصلا دستشون الان از آستین کی زده بیرون؟ الان هیچ آستینی تو هیچ کدوم این تصاویر نیست. شکر خدا کسایی هم که برای عیادت تشریف میبرن اونجا اصلا لباساشون آستین نداره. یعنی نوع لباسشون یه جوریه که آستین که دیگه گونیه دیگه، به هر حال دیگه چیزی نداره. معلومه دست این عزیزان الان از آستین کی زده بیرون. و اینها چیزاییه که بر صورت امیدوارم که کاسی هست. ولی علی رضای عزیز ببینید تو همین شرایط هست، میبینیم باز یه اتفاقی میفته. همین فهرستی که از بانک مرکزی، بانک‌های مختلف، البته گروه فعلا فهرست مربوط به گروه احمدی نژاد هست، یه همچین پولهایی در چه حال جابجا شده؟ یه دی در کما بودن، یا اینایی که پولها رو گرفتن شاید رفتن در کما، دیگه حالشون نیست باید پس بدن. اون چی که به نظر میسی کما حجی خیلی نقش داره. ببخشید این پولا رو مگه باید پس بدن؟ مگه پس هم باید بدن؟ واجه اون یکی جناح میگه بله باید پس بدن. به من و شما که ربطی نداره، به مردم که ارتباط نداره این پولا به اون. ولی خب اگه قرار بود پس بدن به جناح، اگه قرار بود این پولا رو پس بدن، بچه‌ها اصلا بهشون دادن، چون مثلا بنابر اینه که پس ندن دیگه. حالا اینکه یه موقعی دعواشون میشه و اینا، من به نظرم الان بهترین کاری که مثلا آقای احمدی نژاد میتونه بکنه اینه که اونم بره تو کما. الان احمدی نژاد بره تو کما، خب یک چهره مردمی، ایشون 8 سال 4 سالش به زور 4 سالش حالا جور دیگه روی کار بود، و مطمئنا تمام ملت ایران به ایشون عشق میورزن. بره بیمارستان، بعد این اطرافیان و نزدیکان و دوستانش که البته خب نصفشون الان به دلیل مفاسد اقتصادی تحت تعقیب و پیگرد و این قصه ها، نصف دیگرشون هم با 200,000 تومان جریمه اونا به هر حال بیرونن دیگه. الان اینا پا میشن میرن بیمارستان، بعد ملت ایران علاقه دارن به احمدی نژاد، پا میشن میرن. هوشمندانه ترین کاری که احمدی نژاد میتونه بکنه اینه که همین الان بره تو کما. بره تو کما یک شانس خیلی بزرگی که داره اینه که ممکنه هوشیاریش به 5% برسه، چون احمدی نژاد در حالت معمول با 0.2% هوشیاری زندگی میکرد و کشور رو هم به همین شکل اداره کرد. خب بعد ضمن اینکه به هر صورت مقام معظم رهبری چون نظرش به نظر ایشون نزدیکتره، ممکنه به هر حال ناچار باشه که باهاش همراهی بکنه، یه دعایی معایی فلان اینا، و به هر صورت علل حساب بیخیال میشن اون پولایی رو که صحبتش هست. بله بسیار نکات مهمی هست، امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم بتونیم در این زمینه گفتگو کنیم و نکات پشت پرده کمای حجج اسلام، آیات اعظم رو
کش کنیم در اختیار شما عزیزان بگذاریم که میدونیم در این وسط کنجکاو هستید. بدونید بر آیت الله مدوی کنی، محمدی گیلانی، منتظر الکماهایی که هستن چه میگذره. این کنجکاوی داریم حتما با آقای رضایی در این زمینه که از جمله تخصصهای ایشون در زمینه جمهوری اسلامی کما شناسی آیات اعظام هست در برنامه آینده حتما ادامه خواهیم. سپاسگزار هستیم علیرضا رضایی گرامی. ممنون از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر. روز و روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.